پرهزینه ترین فیلم ها در جهان. فیلم به تصاویر متحرک گفته میشه که در سینما به نمایش در میاد و قابلیت جذب مخاطب جهانی رو داره. میتونه تو سبک ها و ژانرهای مختلفی از جمله ترسناک، ماجراجویی، عاشقانه، سیاسی یا حتی علمی ساخته بشه. فیلمسازی یه جور هنره که شامل فیلمنامه نویسی، انتخاب هنرپیشه ها، فیلمبرداری و در نهایت تدوین میشه. صفحه 333 سلام، خوش اومدین به یه ویدئوی دیگه. اینجا قراره کلی ویدئوهای لاکچری و جذاب با هم ببینیم و درباره موضوعات جدید کلی چیز یاد بگیریم. لطفاً فراموش نکنید چنل یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و با زدن دکمه زنگوله از آپلود ویدئوهای جدیدمون با خبر بشید. برای حمایت از ما لطفاً ویدئوها رو لایک کنید. توی این سالها تکنولوژی‌ها و تکنیک‌های سینمایی متنوعی به کمک فیلمسازان اومده تا بتونن فیلم‌های جذاب‌تری با جلوه‌های ویژه بیشتری تولید کنن. البته ناگفته نمونه که هزینه‌های زیادی هم دارن. علاوه بر اون هر پروژه ممکنه چند ماه یا چند سال طول بکشه. پس هزینه هنگفت هنرپیشه‌ها رو هم بهش اضافه کنید. استودیوهای بزرگ هالیوودی نمیتونن سود فیلم‌های این چنین گران قیمت رو فقط با فروختن بلیت در بازارهای داخلی به دست بیارن. پس نیاز به بازار بین‌المللی هم دارن. امروز تو این ویدیو می‌خوایم به بررسی پرهزینه‌ترین فیلم‌های ساخته شده بپردازیم. پس تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید. دزدان دریایی کارائیب سوار بر امواج ناشناخته به کارگردانی راب مارشال نام چهارمین قسمت از سری فیلم‌های تخیلی دزدان دریایی کارائیب. این فیلم در سال 2011 با هزینه 378.5 میلیون دلار در هاوایی ساخته شد. جانی دپ و جفری راش از ستارگان این فیلمند. داستان این فیلم در مورد کاپیتان جک اسپاروه که در جستجوی چشمه جوانیه و توی این مسیر با دزدان دریایی مقابله می‌کنه. انتقام جویان عصر اولتران به کارگردانی جاس ویدون فیلم بعدیه که میخوام بهتون معرفی کنم. این یک فیلم ابرقهرمانی محصول سال 2015 که دنباله مجموعه‌ای با همین نامه. هزینه ساخت این فیلم 365 میلیون دلار شده که بیشتر آن به خاطر ساخت جلوه‌های ویژه بوده. البته حضور ستارگانی مثل رابرت دانی جونیور، کریس همسورت و کریس اوانس هم باعث زیاد شدن این هزینه ها بوده. موضوع این فیلم شکست دادن موجودی به نام اولترانه که به دست خود بشر ساخته شده و میخواد بشریت رو نابود کنه. جالبه بدونید که دو قسمت دیگه از این مجموعه هم جز لیست پرهزینه ترین فیلم ها قرار داره. جان کارتر به کارگردانی اندرو استنتون از جمله فیلم‌های جهانه که باعث شد بهترین کمپانی فیلمسازی جهان یعنی دیزنی نه تنها سودی نبره بلکه با توجه به هزینه تولید و تبلیغات زیاد ضرر هم داشته باشه. مخارج این فیلم که در سال 2012 تولید شد به 306 میلیون دلار رسید اما با استقبال خوبی روبرو نشد. خیلی ها دلیل این اتفاق رو زمان بد اکران میدونن. اون چیزی که در فیلم میبینیم داستان ماجراجویی های مردی به نام جان کارتره. جنگ ستارگان خیزش اسکای واکر به کارگردانی جی جی آبرامز یک فیلم آمریکایی در سبک حماسی و فضاییه که با بودجه 275 میلیون دلار در سال 2019 توسط استودیو سینمایی والت دیزنی منتشر شد. همچنین سومین و آخرین قسمت از این مجموعه 9 قسمتیه. این فیلم در 92مین دوره جوایز اسکار در 3 رشته نامزد دریافت جایزه شد. فیلم بعدی لیستمون مرد عنکبوتی 3 به کارگردانی سم ریمیه. فیلمی ابرقهرمانی محصول سال 2007 و آخرین قسمت از سگانه مرد عنکبوتی. هزینه ساخت اون 258 میلیون دلار شد. اما با توجه به سود ده بودنش قرار بود سری بعدی اون هم ساخته بشه که به دلیل اختلافات بین کارگردان و سونی پیکچرز کنسل شد. شخصیت اصلی این فیلم پیتر پارکره که در کنار مشکلات روابط عاشقانش ماجراجویی هایی هم با یک فرازمینی و یک دشمن دیرینه داره. و در آخر لیستمون بریم سراغ هری پاتر و شاهزاده دورگه به کارگردانی دیوید ییتس. فکر نمی کنم کسی باشه که مجموعه جذاب و پرطرفدار هری پاتر در ژانر ماجراجویانه و فانتزی که بر اساس رمانی از جی کی رولینگ ساخته شده رو ندیده باشه. ساخت این قسمت از سری هفتگانه اون در سال 2009 چیزی حدود 250 میلیون دلار هزینه داشت. داستان کلی هری پاتر در مورد دنیای جادوگری و مدرسه هاگوارتس و رویارویی با دشمن دیرینه‌ای به نام ولدمورت که سالهاست دنیای اونها رو تهدید میکنه.
این فیلم محصول مشترک بریتانیا و آمریکاست و تونسته مخاطبان زیادی رو در سراسر دنیا به خودش جذب کنه. ممنون که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. مطمئنن شما هم از شنیدن رقم‌های نجومی ساخت چنین فیلم‌هایی سرتون سود کشیده. به نظر شما چه عواملی میتونه این فیلم‌های گران قیمت رو به موفقیت برسونه؟ کدوم یکی از فیلم‌های لیستمون فیلم مورد علاقه شماست؟ ممنون میشم نظراتتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. فراموش نکنید که اگر از تماشای این ویدیو لذت بردید، برای حمایت از ما لایکش کنید.